ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم، آقای امیر شهرتی برنامه را اجرا می‌کنم، از این سپاسگزارم. امروز صبح بلند شدم نشریات اروپا رو ورق می‌زدم روی اینترنت، رسیدم به اشتر مصاحبه با آقای دیمیتری کولبا. دیمیتری کولبا وزیر خارجه اوکراینه و همین شخصیتی که الان دارید بر صفحه تلویزیون او رو می‌بینید، شخصیت برجسته است. یک بار مؤسسه سیاست جهانی او رو به عنوان بهترین سفیر و بهترین دیپلمات در سطح جهان انتخاب کرد. او دانش آموخته رشته حقوق بین الملل، وقتی وارد وزارت خارجه شد دیپلماسی دیجیتال رو وارد وزارت خارجه کرد، دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی عمومی رو. چندین اثر نوشته، یکی از مهمترین آثار پرفروشش جنگ برای واقعیت و چطور میشه در دنیای جعلیات، یعنی دنیایی که دروغ ما رو احاطه کرده، ما بتونیم حقیقت رو برنده و پیروز بشیم. این نظرات این دیپلمات بزرگ اوکراینیست که حالا دیگه فقط مال اوکراینیست، تمام دنیا به او احترام میگذارن. حرفش این بود در این گفتگو و منو تکون داد. گفت هر مذاکره و گفتگو به کنار، ما انقدر می جنگیم تا پیروز بشیم. یعنی قرار نیست اوکراینیا تسلیم بشن با اینکه این همه صدمه دیدن، این همه تلفات دادن. و خبر بد ناگوار امروز این بود که روسا هنوز هم دارن احتراز میکنن از پس گرفتن قربانیان خودشون در جنگ اوکراین، نگرانن که بازگشت جنازه ها مشروط کنه به شمار تلفات روسیه در جنگ اوکراین رو و دروغ های کرملین رو برباد بده. فقط یک قیاس کنید، این اعضای کابینه آقای زلنسکی رو یکی از دیگری برتر، شخصیت های درخشانی که امروز اسباب افتخار ملتشون و تمام آزادی خواهان دنیا شدن، و دولت مردان ما اقصای اینا کابینه هست، اینا بفرم مملکت ما رو اینا اداره میکنند و اون مملکت رو اونها اداره میکنند. نتیجه رو دارید میبینید. رهبران جمهوری اسلامی فوتبالیست هایی هستن که فقط بلدن به خودشون گل بزن. فقط دوباره رفتن روی اسب لنگ شرط بندی کردن آقای ولادیمیر پوتین، دوباره دستور دادن که حزب الله راهی اوکراین بشه برای دفاع از حرم. با کی هستیم؟ با استاد رشته علوم ارتباطات بین الملل آقای دکتر رضا تقی‌زاده عزیز در اسکاتلند. اجازه بدید که درباره این موضوع و همه موضوعات مربوط به جنگ اوکراین، مسائل مربوط به مذاکرات هستی، با دکتر گفتگو کنم. آقای دکتر تقی‌زاده خیلی خیلی خوش آمدید مجدد. قرن نو بر شما خجسته. به شما هم همینطور آقای میمویی، امیدوارم تا انتهای این قدر شما قرن شما حاضر و ناظر باشید، تحولات دنیا رو ببینید و با دوستانتون با همکارانتون در این مورد بحث و گفتگو داشته باشید. آقای میمویی، قبل از اینکه وارد بحث اصلی امروز با هم بشیم، میخوام برای اتفاقی که شاهدش بودم، نه شاهد بودم، واقعا خودم داخلش بودم، شما بینندگان رو شریک بکنم که یه شاخه جداگونه بزنم به بحث کلیمون، ولی قول میدم که وقت زیادی نگیره. پیش از برنامه از من پرسیدید که بهار همچنان برجاست، برای اینکه فصل ما شاید مقداری با فصل شما، فصل اروپا و بخشهایی از آمریکا با هم تفاوت داشته باشن. ما تا روز یک شنبه واقعا برای 8 روز بهار خوبی داشتیم. خوبه. نه تنها بریتانیا آفتاب بود، تقریبا همه جای اروپا هوای گرم و خیلی خوبی داشت. این استقبال خوبی بود از بهار. روز یک شنبه که آخرین روز بهار بود، من توی این پارکی که خیلی دور از خونه من نیست صبح قدم میزدم. راه بیمایی نه چندان طولانی، ولی از مقابل من یک خانم و آقای میان سال رو بور میکردن که دو تا سگ داشتن.
یکی از این سگ‌ها رو مرد قلاده‌شو در دست داشت. میدونید اینجا شاید اون آمریکا هم همینطوره، ولی بعضی از سگ‌ها رو ضروری است که بهشون قلاده بزنن و این قانون شده، و بعضی ها رو هم عموما صاحبانشون همینطور با لیش این بندی که دارن نگه میدارن و همراه اونها میان. مرد بسلا یکی از این دو زوجی که با هم حرکت میکردن قلاده یه سگ نسبتا بزرگی رو توی دستش داشت و سگ دیگه که بیشباهت به سگ اولی نبود، از یک نژاد بودن، روی یک صندلی چرخدار یا از این پوشچرهایی که بچه ها رو توش میگردونن قرار گرفته بود و با کنجکاوی این سگ با خوشحالی و کنجکاوی اطرافش رو نگاه میکرد و قیافه نسبتا شاد و خوشحالی هم داشت. این رو میشه واقعا از صورت حیوان ها خون که آیا خوشحالن، آیا عصبانی هستند، آیا از وقتشون لذت میبرن. خب سگا علامت هم دارن، یعنی وقتی که دومشون رو تکون میدن این نشون میده که هیجان همراه با خوشحالی دارن، انتظار واقعی خوبی دارن، یا منتظر قضا هستن، یا صاحبشون به اونا نزدیک شدن و علامت هایی از این دست. این سگ هم سرش رو به اطراف میگردون و به من که نزدیک شد، خب این رسمه واقعا، بخصوص توی پارک یا جاهای عمومی وقتی کسانی از کنار هم عبور میکنن یه سلام علیکی با هم دیگه میکنن. و من به عنوان شوخی گفتم که چه رفیق راه تنبلی، و اشارم به این بود که این سگ رو روی صندلی چرخدار گذاشتن و سگ دیگه‌ای که حالا برادرش، خواهرش یا رفیق راهش اسامون جاده با نیروی کامل مشغول دویدنه و هر دو خوشحال هستن. خانمی که این صندلی چرخدار رو هل میداد سرش رو هم به طرف من بر نگردون و این یه مقدار غیر عادیه، برخلاف جاهایی که مردم واقعا از فشارهای عصبی رنج میبرن. اغلب نقاط اروپا مردم حالت آرامتری دارن وقتی به هم بر میخورن، این مبادله سلام علیک رو با هم دیگه واقعا دارن، حالا یا با یک لبخند یا در سکوت با یک نگاه مهربون و یا مبادله صبح بخیر یا در هر دقیقه ای از روز که قرار دارن. این خانم من رو یا اظهار نظرم رو یا نکته ای رو که گفتم ندیده و نشنیده گرفت و همچنان با یک قیافه جدی به روبروش نگاه میکرد. ولی همین جایی که من با خودم داشتم بازی میکردم که این عکس العمل چرا سرد بود و خشک بود و غیره، مردی که با شاید یک قدم یک قدم و نیم فاصله کنار اون خانم بود و سگش میذارون، برگشت به طرف من و گفت که سگی که روی چرخه پاهای جلوش رو از دست داده در نتیجه عمل جراحی، در دو سه کلمه این رو the dog had a surgery and lost his front legs. و من یک لحظه مثل این که روی سرم دوش آب سرد گرفتن از خجالت، از این که چرا بدون تأمل سار نظر کردم، بدون اینکه اون سوی ماجرا رو ببینم قضاوت کردم و از این قضاوت شاید خانومی که این سگ رو هل میداد اظهار عذاب میکرد یا از احساس ناراحتی وجدان میکرد یا احساس میکرد که برای سگی که روی چرخ نشسته حالت همدردی داره و نخواست این وضعیت رو او تشریح بکنه یا از من گلایه بکنه یا تندی بکنه. مردی هم که کنار او بود و این سگ سالم رو به اصطلاح هدایت میکرد یا کنار او راه میرفت اونقدر اخلاقیات داشت به جایی که به من تندی بکنه توضیح کوتاهی داد، و این توضیح کوتاه حتی اگر من تندی میکرد شاید من واقعا راضی تر بودم در آخر کار. و تا دقایق طولانی آقای میبودی وقتی از دوتا جدا شدم با خودم فکر میکردم که چطور میشه با یک نیت خوب حتی رفتار بد داشت، با یک نیت خوب کلامی رو
من رو ببخشید به زبون آورد که باعث آزار دیگری بشه. من دیدم این سگ با اینکه زبون من رو طبیعتا نمیفهمه و متوجه نیست که من چه گفتم یا چه نگفتم، بنابراین باهایی هم به گفته من نمیده، خانومی که حرف من رو شنید آزرده بود و این آزردگی به خاطر سگ بود و من چرا باید در قضاوتم تعجیل میکردم و از نکته استفاده میکردم، کلامی رو به کار میبردم که به جای خریدن دوستی کسانی که از طرف مقابل من میگذشتن باعث آزردگی خاطر اونها بشه. در شروع سال آقای میبودی، میدونید شما اینجا سالهای بسیار طولانی زندگی کردید که در شروع سال مردم برای خودشون یک تصمیم میگیرن که سال بعد چه کاری رو انجام بدن، چه هدفی رو دنبال بکنن، چه کاری رو بکنن، چه کاری رو نکنن، مشروب نخورن، وزنشون رو کم بکنن، سراغ دوستانشون بیشتر برن و غیره و غیره. و یه لحظه به خودم گفتم واقعا جای این نیست که در شروع سال من تصمیم بگیرم قبل از اینکه حرفی رو به زبون بیارم. با اینکه معمولا تأمل میکنم تا همه جهات یک موضوع رو ندونستم احتیاط بکنم در قضاوتم، تعجیل نکنم در قضاوتم و فکر نکنم کلام خوشایندی باعث خواهد شد که طرف دیگه هم حتما خوشحال بشه، چه رسد اینکه من در نوع رفتار قضاوتم خشونت هم داشته باشم. و ما دیدیم آقای میبودی در روزهای گذشته وقتی مراسم اسکار برگزار میشد، یک کمدینی که روی صحنه فکر میکرد با رفیق و همراه خودش مزاح میکنه و شاید این مزاح باعث خوشحالی دیگران بشه، باعث تکدر خاطر شد. البته در مورد من کسی که باعث تکدر خاطر شده بود مبادرت به خشونت نکرد، ولی در نهایت تأسف دیدیم یک کسی مثل ویل اسمیت، هنرپیشه ای که دنیا او رو میشناسه، یک بیزنس یک میلیارد دلاری، صنعت فیلم و نمیدونم گردشگری و غیر ذلک داره، از این مزاح رفیق همکار خودش در مورد خانومش خوشش نیومد و به خودش اجازه داد در مقابل دوربینی که شاید میلیون ها نفر، صدها میلیون نفر اون رو شاهد بودن، به گوش رفیقش در نهایت خشم سیلی زد. البته عده‌ای فکر کردن که این هم بخشی از ماجراست و بخشی از کمدی است که روی صحنه بردن، در حالی که این واقعیت نداشت. واقعیت این است که ویل اسمیت به هر دلیلی توجیه کرده بود برای خودش که رفیقش روی صحنه تنبیه بکنه و حتی تأمل نکرد که بعد از این ماجرا این گله رو به گوش او برسونه و نارضایتی خودش ابراز بکنه. میخوام بگم که حرفی که من میزنم خطاب به آدمی که اصلا نمیشناسم، یا حرفی که یک کمدین مجری برنامه روی صحنه میزنه در مورد رفیقش و همسر رفیقش که او رو میشناسه، برای سالهای دراز با هم آشنا بودن، چقدر میتونه باعث آزار بشه. و این رو از خودم بپرسم، آیا واقعا جا نداره آقای میبودی در قضاوت تعجیل نکنیم و تا همه جوانه به یک موضوع رو ندیدیم و نمیدونیم و عکس العمل حرفمون رو نمیسنجیم خیلی با تعجیل به قضاوت کلامی نپردازیم؟ جالب بود آقای همت، اتفاقی که براتون افتاده بود و هم نتیجه گیری که ازش کردید، سپاسگزارم. شما هم دیدید آقای میبودی، حالا من داستانی که بر من گذشت شما ندیدید، این سگی که حالا یا در نتیجه تصادف و احتمال قریب به یقین در نتیجه تصادف دستای جلوش از دست داده بود، اینقدر همراهان مهربونی داشت صاحبانش که دوتا سگ رو با هم نگه داشتن، سگ جلو رو به جای بچه خودشون روی کالسکه میشنن و از این سگ نگهداری میکنن و توجه عاطفیشون هم به این سگ در همون حدی که شاید به بچه بود. و این نشون میده در یک جوامعی که خشونت بیشتر از حد متعارفی هست، چطور حیوان آزاری واقعا تمرین و مشق روز مردم هست. بچه ها اصلا با این قضیه بزرگ میشن، عادت میکنن و این رو متاسفانه من یاد دارم آقای میبودی. دوران بچگی خودم وقتی که صبحا به مدرسه می رفتم، گاهی بچه های کوچک دنبال سک ها می دویدن، به اونها سنگ می زدن و البته شمار سک های ولگرد توی خیابون ها کم نبود.
ولی خشونت جامعه با حیوان ها هم کم نبود و این خشونت رو متاسفانه بعضی از حکومت ها مثل حکومت امروز ایران تشدید میکنن. نه درسته، ما مسلمان های دو آتشه بین 400,000-1,400 دلار میگیرن میرن اوکراین و دفاع از حرم برای کشتن مردم بیگناه و بیدفاع در برابر ارتش ظالم بیرحم متجاوز که نمیخواد حق استقلال یه ملتی رو به رسمیت بشناسه. این تفاوت دیگه. خب آقای دکتر تقی‌زاده، یه موضوع خیلی مهم، حرف جوزف بورل معمار سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگه که در مذاکرات برجام و حالا این روسیه است که مانع تراشی میکنه برای اینکه مبادا ما تحریم نفت جمهوری اسلامی رو برداریم. واقعا یه سیلی محکم به گوش رهبرانی در ایران که تمام مملکت ما و منافع ما رو گذاشتن دوستی سیمی پیشکش کردن به کسی که توی کرملین نشسته اون بالا. بفرمایید. روسیه یک مانع هست، این رو باید پذیرفت. یعنی تصور من این است که جوزف بورل هم اگرچه این حرفی که به زبون آورد شاید کمک مستقیم به پیشبرد مذاکرات نکنه، ولی بخشی از واقعیت رو منعکس میکنه. جوزف بورل هم شاید اگر تأمل دیگری میکرد در مورد پاسخی که باید در جواب یک پرسش میداد، این حرف رو به این شستگی و روشنی مطرح نمیکرد، سعی میکرد در لفافه های لفظ دیپلماتیک اون رو بپیچه، ولی این رو به زبون آورد و گفت. و این به نظر من هم یک واقعیته که روسا با نزدیکی ایران به اروپا و غرب روی خوش ندارن، بر جمهوری اسلامی تسلط دارن و توافق اتمی رو در جهت منافع خودشون نمیبینن، ضمن اینکه نمیخوان ایران صاحب بمب اتمی بشه، توافق رو هم نمیپسندن. بنابراین این رفتار دوگانه رو با جمهوری اسلامی دارن که هم زبانی مشوق مذاکراتن و هم در باطن تا اونجایی که منافعشون ایجاب بکنه و امکاناتشون اجازه بده سعی میکنن در مسیر راه این گفتگوها سنگ بندازن. و البته این موضوعی نیست که خاص من و شما و ناظرانی شبیه آقای جوزف بورل باشن که حقایق یا برداشت‌های شخصیشون رو منعکس میکنن. جواد ظریف این رو خیلی به روشنی در اون فایل طولانی که مصاحبه کرده بود اظهار کرد و این رو به زبون آورد. و اگر جواد ظریف هم به زبون نمی آورد، واقعا حقایق تاریخی و مناسبات سیاسی این رو به عنوان یک واقعیت ثابت میکنه که کشورها به دنبال تامین منافع ملی خودشون هستن. روسا هم از هر کشور و قدرت کوچکتری سوء استفاده میکنن برای توسعه منافع ملیشون و تحکیم منافع ملیشون. و حالا که روسیه همه امکانات رو داره، واقعا سفیرش در تهران مثل یک تصمیمگیر ارشد سیاسی حرف میزنه، نمایندش در مذاکرات وین آقای اولیانف به عنوان گرداننده مذاکرات اتمی قیم جمهوری اسلامی است و از فیلتر اوست که این مذاکرات باید بگذره. چرا از این فرصت استفاده نکنن؟ حکومت ایران حکومت عملا دست نشانده است، حکومتی است که روسا به اون سوارن و هنوز هم توافقی که هفته هاست وعده اون داده میشه، اگرچه نزدیک به نهایی شدنه ولی هنوز نهایی نشده و روسا ظاهرا هنوز قضیه رو کش میدن تا منافع خودشون رو تامین شده ببینن. و این منافع بخشیش در ارتباط با جنگی است که در اوکراین صورت میگیره، جریان داره و تجاوزی است که روسیه به اون کشور کرده. در ارتباط با اوکراین خب روسا زیان دیدن، محاسباتشون همونطور که به دفعه در قبل هم اشاره کردیم درست از آب در نیومد و حالا میخوان بخشی از این زیانها رو جبران بکنن. خب یکی از اهرم‌ها این است که تا جایی که امکان داره فشارها رو علیه اوکراین بالا ببرن، که این اعمال فشارها فقط تخریب بیشتر یک کشور اروپایی است.
تا جایی که امکان گرفتن امتیازهایی برای اونها وجود داشته باشه، که اگر وقت اجازه داد من توضیح میدم عملا روسیه حالا با تعدیل هدفهاش در اوکراین به دنبال چه چیزی است. شما در شروع صحبت میخوام از این قضیه نگذرم، گفتید که عوامل مسلمان رو حالا برای جنگ در اوکراین تجهیز کردن و اینها رو فرستادن، این هم باز واقعا شایعه نیست و این باز یک نماد دیگری، نمونه دیگری از سرسپردگی جمهوری اسلامی است که همیشه همچنان به دنبال تحمیق مردم بوده. یک زمانی در سوریه نیروهایی که باید برای حفظ بشار اسد از ایران میرفتن خون خودشونو میریختن و یا با پول مردم ایران اجیر میشدن در محل، به اونها مدافع حرم لقب میدادن و از حماقت مذهبی مردم در داخل کشور سوء استفاده میکردن که این آدمها برای دفاع از حرم در سوریه هستند. و این قضیه یواش یواش دیگه شکل عادی پیدا کرده، شکل حضور به اصطلاح اونچه که جمهوری اسلامی میگفت مستشاری سپاه پاسداران هم شکل باز در چارچوب دفاع از حرم مشارکت مستقیم نظامی پیدا کرد. دیگه نتونستن بعد از 200 بار 300 بار که اسرائیلی ها اونها رو در نقاط مختلف سوریه هدف حملات هوایی و موشکی قرار دادن و بیش از 3000 کشته گرفتن از سپاه پاسداران در اونجا، قضیه دیگه قپش ریخت، به آشکار شد و جمهوری اسلامی مشارکتش رو در این جنگ عملا تایید کرد، اگرچه در آخر هم سرش بی کلاه موند و حالا واقعا نمدی کلاهی از این نمد جنگ سوریه، مشارکت چند ده میلیارد دلاری از نظر مالی، چند هزار نفری از نظر تلفات، از بین رفتن وچه بیشتر وچه ایران به عنوان کشوری که جمهوری اسلامی در اون حکومت داره، اینا هزینه هایی بود که ایران پرداخته و واقعا چیزی در بابا از قبالش نگرفته و اگر چیزی هم میگیره به عنوان با سرمایه گذاری مجدده. ما این شهر رو میسازیم، اون مدرسه رو میسازیم، اینجا نیروگاه برق میسازیم، اونجا پالایشگاه میسازیم و این باز با توان اندک مالی است که از ایران باقی مونده، هنوز یلدی به قول فرنگی ها بهره ای از اون طرف به این طرف هنوز نیامده و این ایرانه که داره سرمایه گذاری میکنه در حقیقت به نوعی خونریزی سیاسی اقتصادی. حالا در بحبوحه‌های جنگ اوکراین وقتی که پوتین میگه و این بار برخلاف جوزف بورل که میگه روسا به خاطر جانشین نشدن نفت ایران به جای تحریم‌هایی که علیه نفت روسیه اعمال شده با توافق اتمی مخالف هستند و یکی از ضمانت‌هایی که میخوان این است که نفت ایران جانشین صادرات نفت اونها نشه، آقای پوتین در کنار این حرف‌ها اظهار کرد که مسلمان های خاورمیانه خواستار مشارکت در جنگ اوکراین شدند. واقعا حالا حرم از شهرهای سوریه منتقل شده به شهرهای اوکراین، حرم در کیف، حرم در خارکیف، حرم در ماریوپول، حرم در چرنوویل و شهرهای دیگری که روسا تعیین میکنن برای نبرد کردن با کشوری که و مردمی که کشورشون رو مورد تجاوز قرار دادن و اشغال کردن و این اشغال نتیجه حس توسعه طلبی آقای پوتین بوده. خب این مسلمان ها از کجا باید بیان؟ روسا که در محل واقعا اون آشنایی و شناخت محلی رو ندارن، ارتباطات آنچنانی ندارن. درسته یک شرکت به اسم شرکت واگنر دارن، یکی از این مؤسساتی که مثل بلک واتر که در آمریکا کار میکنه، اینها سربازهای کرایه‌ای رو استخدام میکنن از نقاط مختلف دنیا، خیلی هم آشکار آگهی میکنن و اجیر میکنن، درست شبیه الگویی که فرانسوی ها قرن گذشته داشتن، لژیون خارجی برای جنگایی که در آفریقا و هر جای دیگری که سر میکردن سرباز کرایه میکردن به جای اینکه سرباز فرانسوی به جنگ بره. رفتار خوبی هم واقعا باهاشون نداشتن. حالا این مؤسساتی هستند که به جای ارتشهای ملی یا در کنار ارتشهای ملی وقتی که عملیات خطرناکتره یا استفاده از نیروهای ملی نظامی امکان پذیر نیست یا دشواره، اینها خدماتشون رو ارائه میدن و آقای پوتین هم مثل همون بلک واتر که در آمریکا هست یک شرکت امنیتی به اصطلاح درست کرده که ارتباط مستقیم با آقای پوتین دارن،
اینها در جنگ لیبی حضور داشتن، حضور فعال هنوز هم دارن، احتمالاً بین 3 تا 7000 نفر نیروهای اینها در نقاط مختلف دنیا عملیات نظامی انجام میدن. و وقتی آقای پوتین اظهار میکنه که مسلمان های منطقه، تنها متوجه ظرفیتی که شرکت های مثل واگنر دارن نیست، متوجه بازار بکر و ارزون دیگری هم هست. واگنری ها من در جایی دیدم که استخدام نیروهای نظامی متخصصشون رو تا ماهی 7000 دلار هم حقوق میدادن. شما این حقوق رو رسوندید به 500 دلار، ولی 1500 دلار هم فکر میکنم پولی است که روسا آماده پرداخت اون هستن برای اجیر کردن. ولی در میدان بایستی یک تیم عملیاتی وجود داشته باشید، و این سپاه پاسدارانه که در عراق و سوریه و همینطور حتی در یمن این ارتباطات رو با پول مردم ایران برقرار کرده، شبکه های محلی رو داره. و این شبکه های محلی که دیدم در جای یکی از این کلیپ ها که رئیس بنیاد مستضعفین، این حرف توی حرف میاد ولی نکته ایست در اثبات این که جمهوری اسلامی آمادگی عرضه این ظرفیت به روسا داره. رئیس بنیاد مستضعفان که زمانی در کابینه آقای احمدی نژاد فتایی پست وزارت نیرو رو داشت، حالا رئیس بنیاد مستضعفینه، در یک کلیپی میگفت که حاجی آمده بود، منظورش قاسم سلیمانی است، که ما برای پرداخت حقوق لشکر فاطمیون امکان مالی نداریم، باید شما کمک بکنید. و خب او هم با کمال اشتیاق این پول رو پرداخت کرده. حالا اگر این تنگنای مالی وجود داره برای گروه هایی که در عراق هستن، هشت و شعبی رو تشکیل دادن، گروه هایی که در لبنان هستن و حزب الله لبنان اونها رو اجیر کرده، گروه هایی که در سوریه می جنگن، ارتباطات برای اونها خیلی خیلی راحت تره، احتیاج به تبلیغ کردن در رسانه ها به صورت پنهانی نداره. اینا سربازایی هستن که با کیفیت کار و دانش شخصی بسیار پایین تری زندگی میکنن. مهاجرها و مهاجرهای افغانی هستند یا مهاجرهایی هستند در منطقه که از عراق و پاکستان غیر ذالک آمدن، شاید زبان خارجی کمتر میدونن، با رسانه های اجتماعی کمتر ارتباط دارن، ولی ارتباط میدانی وقتی با اونها وجود داره استخدام کردنشون آسونه. بنابراین آقای پوتین با آگاهی و به روی کمک محلی رسیدنش حساب باز میکنه، یعنی میدونه یک جریانی مثل جمهوری اسلامی وجود داره که میشه ازش حمالی گرفت، میشه ازش اجیر کرد و آدم گرفت. و گفته میشه در همین حالت حاضر حدود 1500 نفر از این آدم ها رو، مهاجمین مدافعین سابقه حرم رو، مهاجمین فعلی ارتش آقای پوتین در اوکراین تشکیل میده. و دیر یا زود یقیناً هویت تعدادی از اینها که یا در جنگ کشته میشن یا اسیر گرفته میشن آشکار خواهد شد، و دست جمهوری اسلامی که قویاً در جنگ اوکراین از روسیه دفاع میکنه و در تقابل با اوکراین خودش رو قبول قرار داده باز خواهد شد. وقتی میگم در جنگ اوکراین و تقابل با اوکراین جمهوری اسلامی قرار داره، واقعا هر کدوم از صفحات خبرگزاری های منصوب به جمهوری اسلامی، منصوب به سپاه پاسداران یا دست راستی ها رو که نگاه میکنید، اخبار و گزارش های در جهت شکوه مند جلوه دادن جنگ روسیه در اوکراین، خبری از تلفات روسا واقعا دیده نمیشه. همین امروز میدیدم خبرگزاری مهر مثلا یک تصویری از یک هلیکوپتر روسی رو نشون میداد که یک تانک اوکراینی رو هدف قرار میده. خب این واقعا در شرایطی که مردم اوکراین مورد تجاوز قرار گرفتن، 8 میلیون اوکراینی زندگی خودشون رو از دست دادن، 4 میلیون در داخل کشور آواره هستن، 4 میلیون خارج از کشور آواره هستن، جمهوری اسلامی چطور به خودش اجازه میده که این تجاوز نظامی روسیه رو که عامل اصلی این بیخانمانی مردم هست رو حکومت جلوه بده، و یا از بین رفتن یک تانک دفاعی اون رو به عنوان یک نماد پیروزی ازش یاد بکنه. و از این دست اطلاعات در رسانه های جمهوری اسلامی واقعا در جهتگیری با روسیه و علیه اوکراین کم نیست. صحبتم بر سر این بود آقای میبودی که آقای دکتر دقیزاده،
یه توضیح بدم چون از جریان قرار گرفتم. روس را اعلام کردن که 7000 دلار در ماه میدن. من آشنایی دارم در نیوکورن، در محله است در نزدیکی برلین، اونجا سوپرمارکت، یه سوپرمارکت کوچکتر از سوپر، یه بقالیه در خیلی اطلاعاتش در این زمینه زیاده، با اهل نباتیه لبنان خیلی اطلاعات داره از درون خود لبنان و از همین ماجرا. پرسیدم از اون، میگه، گفتم 7000 دلار در ماه میگن، گفت نه 7000 دلار میدن به خانواده هاشون، وقتا میدنیم که میگن دیگه شانس برگشت ندارن، میگن به اوکراین. با توجه به الان ابعاد کشته شدگان روس در خود اوکراین، حقوق 400 هزار 1400 یه میدن اونا که صادر از 400 دلار شروع میشه. گفتم اون 7000 دلار با... گفت اونی میدن به خانوادهشون در صورت که کشته بشن. و این روسا الان دارن چه اینطور تبلیغ میکنن که ما 7000 دلار در ماه میدیم برای اینکه تشویق بکنن به اینکه این عوامل همین سپاه قدس، متاسفانه سپاه قدس در این زمینه خیلی فعاله. اینکه میگن بشار اسد نیرو ها جمع کرده، این واقعیت نداره. این سپاه قدس که داره نیرو بسیج میکنه برای اعزام به و همینطور حزب الله لبنان که 200 تن رو تا به حال فرستاده، اعتبارات در اندیش آدم بیشتر بشن. بفرمایید، ببخشید اطلاعاتی بود اتون دادم. بله، این اطلاعات تکمیلیه که کسانی که حرفای من شما رو میشنون واقعا از حول حلیم در دیگ نیفتن و فکر نکنن مایی 7000 دلار پوتین به اونها دستمزد میده، البته این پول خونشون است. ولی سمت دیگر ماجرا فشاری است که روسا به جمهوری اسلامی میارن و گروکشی که صورت دادن، با وجود همه علاقه و عشقی که بایدن به احیای توافق اتمی داره، به هر قیمتی آماده است که این توافق رو امضا بکنه، روسا همچنان در کار اشکال میاندازن و تا به حال مانع از حل این موانع بین راه شدن. همین حالا که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، معاون دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا مشغول صحبت در مورد جنگ اوکراین با طرفهای گفتگوش در واشنگتن، آقای انریکه مورا، که یک شنبه رو در تهران سر کرد و اون قضیه فقط مربوط به احیای برجام بود، برداشتن آخرین مشکلات از پیش پا. و دیروز آقای مورا در آمریکا با جک سالیوان صحبت میکرد و با معاون سوم وزارت خارجه آمریکا که سرپرست امور خاورمیانه است، و امروز در مورد بحران اوکراین و تحریمایی که مشترک باید اروپا و آمریکا علیه روسیه اعمال بکنن به دلیل تنبیه اون کشور که به اوکراین تجاوز کرده ارتشش. وقتی میبینیم سه شنبه توافق اتمی، چهارشنبه جنگ اوکراین دستور کار دیپلمات ارشد اروپا هست، نمیتونیم واقعا از کنار ارتباط داشتن این دو ماجرا با هم آسان بگذاریم، به خصوص وقتی که روسیه در هر دو موضوع نقش اساسی رو ایفا میکنه. آقای اولیانف نماینده روسیه در وین در حقیقت گرداننده معرکه مذاکرات اتمی است. او به عنوان قیم جمهوری اسلامی عمل میکنه و خواسته های اروپا رو یا طرف های مذاکرات رو اوست که جرح و تعدیل میکنه و اوست که تکلیف میکنه به باقری کنی که چه موضعی رو باید در مذاکرات اتخاذ بکنه، کی مذاکرات رو تعطیل بکنه، تا کی اون رو ادامه بده. و رئیس آقای باقری کنی هم همین ارتباط رو با آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه داره. قبل از اینکه به لبنان بره، عبداللهیان در پکن در کنفرانسی که به اصطلاح به عنوان کشورهای همسایه افغانستان و به بهانه کمک به افغانستان در چین برگزار شده بود، وزیر خارجه روسیه هم در اون شرکت داشت، عبداللهیان شرکت داشت. بعد از دیداری که 10 روز قبل در مسکو عبداللهیان با آقای لاوروف داشت و سعی کرد روسا رو به نوعی قانع بکنه، راضی بکنه، با درخواست، با تقاضا، با دادن امتیاز، با امضا کردن یک سند بسیار جامع برای دادن امتیازات اقتصادی به روسیه، این پیش پرداختا رو هم انجام داد که نظر موافق روسا رو بگیره که این توافق انجام بشه.
ولی باز هم موانع با وجود حفظ ظاهری که هر دو طرف کردن از راه برداشته نشد. باز هم در گفتگوی دور دوم با لاوروف آقای عبداللهیان همین مسائل رو با اونها مطرح کرده و به نظر میرسه که هنوز هم موانع به طور کامل از راه برداشته نشده. یعنی اوسا راضی به دادن چراغ سبز هنوز نشدن. البته این بحث آقای میبودی بحث طولانیست، وقت من امروز با شما به سر اومد، فقط میخوام یک توضیح کوتاه بدم در مورد کسانی که گاهی میبینم توی رسانه‌های اجتماعی من میپرسن آقا تو یه روز میگی این توافق میشه یه روز میگی نمیشه. من هم مثل بقیه متر سنجش تحولاتم متر روزه و این تحولات در زمانهای مختلف ممکن است که تغییر بکنه. آمریکایی‌ها انتظار داشتن یک ماه پیش این توافق قطعی شده باشه و تمام شده باشه، ولی هر روز میبینیم موانعی پیش میاد یا موانعی از راه برداشته میشه. ولی تصور من این است که به هر حال جمهوری اسلامی به این قضیه تن خواهد داد. مسئله تحریم کردن سپاه پاسداران به عنوان یک مانع شاید از پیش راه برداشته بشه و عده‌ای از عوامل سپاه زیر تحریم‌ها باقی بمونن و به این طریق نه سیخ بسوزه نه کباب و هم بایدن بتونه خودش رو به نوعی راضی بکنه و در مقابل کنگره این قضیه رو توجیه بکنه. جمهوری اسلامی هم به نوعی بگه که بله ما هم موفقیتی در این زمینه داشتیم، حالا بین 30 میلیارد تا 90 میلیارد دلار پول نقد دریافت میکنیم، بخشی از اینها رو هم به جیب روس‌ها می‌ریزیم. در حقیقت در وضعیت کنونی که من و شما الان قرار داریم با توجه به آخرین تحولات، بخت احیای برجام زیادتر از شکست مذاکرات اتمی است و به نظر میرسه به این قضیه قضیه اوکراین هم کمک کوچکی، جنگ اوکراین هم کمک کوچکی میکنه. میانجیگری ترک ها در مذاکراتی که بین وزیر خارجه اوکراین و وزیر خارجه روسیه جریان داره البته به تناوب نشانه های این تعدیل جنگ رو عرضه میکنم. تشکر میکنم آقای دکتر رضا تقی‌زاده عزیز از شرکت شما در برنامه. تا گفتگوی دیگر منزل بعد همیاران با آقای حجت جلاشی خواهیم بود در غرب آسیا. گفتگوی جالبی داریم درباره رهبری، اصل رهبری. برمیگردیم. از ادب و احترام مجدد خدمت شما همیاران عزیز ارجمندم. در هفته‌های گذشته بحث‌هایی داشتیم، تأکید شد که این بهترین فرصته، وضعیت موجود دنیا بهترین فرصت رو در اختیار مردم ایران قرار داده برای اینکه به اون تغییر و تحولاتی که خواهانش هستن برسن، یعنی بتونن واقعا وضعیت ایران رو دگرگون بکنن، چون در آینده نزدیک جای برای حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی نیست. کما اینکه از همین بسیاری از کارشناسان و دولت مردان دنیا دیگه هیچ شانسی برای آقای پوتین قائل نیستن. پوتین باعث شد که سرزمین روسیه تمام نقطه ضعف‌های خودش رو به نمایش بگذاره و این آغاز عصر پریشانی و هژمونی سیاهی و تاریکی بر سرزمین روسیه است. یعنی واقعا پوتین کاری کرد که تمام به دستاوردهای روسیه بعد از فروپاشی دیوار برلن زائل بشه و از بین بره. با کی هستیم؟ آقای حجت کراچی، پژوهشگر سیاسی و دانش آموخته علوم سیاسی. آقای کراچی درود بر شما، خیلی خوش آمدید. شما سپاسگزارم، امیدوارم که صدام مشکلی نداشته باشه. صحبت کنید لطفا. درود مجدد بر شما و بینندگان عزیز، امیدوارم که صدا اذیت نکنه و بتونم در خدمت باشم. خوبه، صدا خوبه. خب آقای جلاشی، ما بحثی رو با شما شروع کردیم و امیدوارم واقعا این بحث تبدیل بشه به یک مبحث عمومی، مردم همه بهش بپردازن. واقعا دیگه بیش از این نمیشه و من نگرانم که این فرصت از دست بده و دیگه تکرار نشه. یه فرصت طلایی تر از این وجود نداشته برای مردم ایران. بفرمایید، سراپا گوشی. وقت از دادی به خیر. درود مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. ببینید جلسه قبل، گفتگوی قبل
در مورد اینکه چه منظوماتی نیاز هست تا بشه بر این وضعیت غلبه کرد. یعنی جمهوری اسلامی برآمده از یک وضعیتی باید این رو به هم بزنه و عرض کردم در جهت خود قبل که این برهم زدن وضعیتی که جمهوری اسلامی از داخلش بیرون اومده نیازمند که اندیشه است به فکره و من کلیس میبینم خودم رو پس میگم مشکل که نه خوبه خوبه ببر بسیار ببینید در برنامه قبل از یک اندیشه صحبت کردیم منظورم یک تفکری که بتونه یک جنبش اجتماعی رو به صحنه بکشه و بحث این بود که آیا این فکر هست یا نیست. من میتونم بگم که نطفه های این فکر صرف پادشاهی خواه بودن سلطنت طلب بودن نیستش که ما به یک منظومه فکری دست پیدا کردیم. بنابراین میتونیم از پس جمهوری اسلامی بلکه وقتی میگم که یک اندیشه نیاز داریم یک نظام فکری نیاز داریم. این نظام فکری بتونه هم گذشته رو صورت گذشته رو معنادار بتونه روایت هم اکنون رو روایت بکنه و هم آینده رو بتونه روایت بکنه. یعنی به عبارت دیگه ای ما به یک اندیشه یک منظومه فکری نیاز داریم که اون از درون اون از دیده ها بتونه گذشته رو صورت بندی کنیم معنا دار کنیم اکنون رو بفهمیم و آینده رو بفهمیم به زمانی که ما نتونیم در سیل آگاهی یا روح این سه روحی زمانی رو همزمان بفهمیم آیندهمون رو در یک نظام واحد صورت نکنیم نمیتونیم دست پیدا کنیم به جنبش. جنبش لازمش همینه که چون یک نظام فکر که همین رو میتونه صورت بندی کنه توضیح بده اکنون چون نسبت به گذشته و از کجای گذشته بیرون آمده چهارش‌هایی هست در اون مایه چه هستش و بعد چطور میتونه انسان به آمده شکوفا بشه. اما حالا من چون خیلی بحث دانشگاهی بشه یا اکادمیک بحث های نظریه سه میخوام برگردم بگم منظورم چه است. منظورم اینه که ببینید ما الان 45 ساله که میدونیم جمهوری اسلامی نظام کارآمدی نیست. ما الان مشهد رو نگاه بکنید رفتم با خانم ها خواستم برم تو استادیوم و خب نتونستم موفق نتونستم برم بلیتم فروختم بعد باز اشکاور زدم اسپری زدم و یکی از حقوقی رو که شهروند ایرانی میتونه داشته باشه نه تنها محرومش کردن بلکه بهش توهین کردن بی‌احترامی کردن و تنبیهش هم کردن. این یک نظام سیاسی بر سر کاره که ابتدای این مسائلی که دیگر هیچ کجای دیگه مسئله میشه رو تبدیل مسئله میکنه تبدیل بحران میکنه خودش به وجود میاره و خودش هم باهاش شروع میکنه به کلنجاره و اون بحران رو تشدید کرد فکر کردم به این که حالا چطور میشه حلش کرد. یعنی جالبه اتفاق افتاده تحت نگاه اتفاق افتاده تحت نگاه عملکرد اونها روی داده و حالا خود دارم میگن که از ریز درستشون یا موزه میگیرن که نه این غلطه اینطور شده. یعنی ابتدایی که این مسائل رو میتونه حل کنه این نظام در این مشهد کاری که انجام کاری که طالبان داره انجام همه در ذات جمهوری اسلامی همینه. اگه در ایران نتونسته شبیه طالبان عمل بکنه بخاطر اینکه جامعه ایران جامعه متفاوت ادهی فکر میکنن که این برخواسته از فرهنگ ماست و مرسانه اصلا اینطوری نیست. در دوره که از احلیتی که بیشتر خصال مردانه بعد که بشم نظامی بود این رضا شاه به قدرت رسید آزادی های زنان در ایران بسیار بسیار اوج گرفت و اتفاقا هم پدر هم پسر نظامی بودن و در دوره اونها آزادی های اجتماعی شکوفا شد خیلی هم بودی جلو و همه ما مشکل حل کرده بودیم و نبود این جامعه باش مقابله نمی کرد روی می کرد اتفاق می کرد به این چیز روحی می کرد. چرا این رو میگم؟ میخوام بگم که اینجا ما میدونیم که جمهوری اسلامی حکومت تاریخ ایران نمیخوره به پیروز ایران نمیخوره به تحولات ایران نمیخوره و نمیتونه ایران رو داره. همه ما آقای میبودی تلاش میکنیم
راحت بشیم. چیزی که اقتصادمون رو نابود کرده، تولید کشور رو نابود کرده، ارزش های اجتماعی رو نابود کرده و از سرش به همیشه هم میدونستیم که پادشاهی هم وجود داره، میتونه رقیبش بشه، جمهوری وجود داشته رقیبش بشه، دموکراسی رقیبش بشه، سکولاریسم رقیبش بشه، ولی چرا هیچ وقت موفق نشد؟ آیا شخصیت های کافی نداشتیم که این دور میز جمع بشن و با هم متحد بشن؟ چرا قره های اپوزیسیون ایران بسیار آدم های فرهیخته و دامن و اتفاقا بسیارشون هم از جان و دل مایه گذاشتن برای مبارزه، ولی چرا جمهوری اسلامی هست با اینکه یک نارضایتی اجتماعی بسیار بزرگی وجود داره در جامعه ایران؟ مردم نارضایتی های انباشته دارن، متعدد دارن، مرکب دارن، از نارضایتی های اقتصادی، فرهنگی، هر نوع از نارضایتی وجود داره. حکومت بر هیچ استوار شده، یعنی ارزش های اجتماعی حامی و حامی فرهنگیان حکومت نیست، این دو ارزشش از دل جامعه بیرون بکنه. حکومت دارای اون حیثیتی نیست که برای جان پشانی رو بدن برای حکومت بدون این مابه ازای مالی و مالی و غیره از چطور مونده که شده دلیلش اینکه جنبش وجود نمیده. اعتراض هست، اعتراضات فرهنگی بوده از اول هم بوده، از همون سبیلی از همون اوایل در ظلمانی بودی ذات انقلاب پنجوهر گروههای ضد انقلاب وجود داشتن، جامعه در برهه های مختلف اومده و نشون داده، به بهانه های مختلف اومده خیابون هزینه داده، یک بار دنبال جنبش سبز رفته، قبلش دنبال رفته، بعد یک چیزه دیگه دیگه هست این جناب میگوی عزیز. وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که اون میدن نبود تئوری به اپوزیسیون و دنبال حوادث دریده، حتی در نبود این تئوری ها مخالفین جمهوری اسلامی پیش از آن که خودشون راه رو نشون به جامعه و توضیح بدن که الان این سبیل مسیح باید در خودشون پیش از هر چیزی به یک عملگرایی کور افتادن، یعنی به ناب تبدیل جامعه حرف زدن عمل فردا هم معلوم نشده که اتفاق شد. یعنی شما میتونید نگاه بکنید و ببینید که در این اعمال داخل اپوزیسیون اغلبشون فاقد پشتیبانی نظری و فکری هست، البته بعضیشون نه ها وقتی میگن اپوزیسیون خود اپوزیسیون همجور هفت من نه اپوزیسیون خود جمهوری اسلامی است، اما تئوریشون آشوب کشیده میشه کشور ما از طریق نمیدونم که قانونهایشون بشه بیاییم به همه جا رو به هم بریزیم یک به دیگر بکشیم و غیر. آقای من صدا رو درست نمیشنوم، آقای شورتی هم به من هیچ خبر ندادن، من درست اصلا نمیشنوم و صدای شما خیلی خیلی نمی مشکل داری. میخواید از بازار رو عبور کنیم آقای شورتی؟ ببینیم آقای با دستگاهشون چه میکنن دیگه، چون اصلا من صدا رو هیچی متوجه نمیشم. خب پس چرا من نگفتی آقای شورتی؟ من خبر میدادی، اینقدر بی خود در خود طلب نکنیم. برای میرویم برمیگردیم ببینیم آقای کلاشی میتونن دستگاهشون رو درست کنه. برای من پی میگیریم، هزار بار عذرخواهی میکنم از شما. من این یکی از مشکلات دوره کرونا همینه که شما از استودیو خانگی برنامه‌تون اجاره بکنید. آقای امین شورتی در استودیوی تلویزیون هستن به یه فاصله زیاد، بعد مهمان برنامه هم که در غرب آسیاست، من صدایشون رو نمیشنیدم. سعی کردم با مرکز تلویزیون یعنی با اتاق فرمان آقای شورتی تماس بگیرم، تکس بزنم، نگو تلفن آقای شورتی هم خاموشه، در چه میخواستم بگم من نمیشنوم. آقای شما ها میشنوید؟ بگیدم که برنامه به طور عادی داره پخش میشه و شما ها دست کم دارید میشنوید اون چی که آقای کلاشی داره میگه. آقای کلاشی هم به دستگاه همیشه خودش دسترسی نداشته، دور از خانه بوده، با تلفن داشته با ما صحبت، با گوشیش داشته و این ارتباط رو برقرار کرده بود. در نتیجه خیلی خیلی عذر میخوام از بابت این نقص فنی و که میگم
اصلاحش هم از دسترس من خارج بود. تلفن آقای شورتی هم متاسفانه بسته بود که من خبر بدن که چی باید کرد. عذرخواهی میکنم، هزار بار میدونم وقتتون این وسط تلف شد. آقای کلاشی بر صفحه تلویزیون بودن ولی صداشون درست شنیده نمیشد. برنامه رو پی میگیریم. بحث ما این بود. حالا باید بگذاریم که آقای کلاشی هم بتونه در یه موقع فرصت بهتری که به استودیو خانگیش هم دسترسی داره بتونیم گفتگو رو پی بگیریم. حرف ما همیانان عزیز ارجمندم اینه که در وضعیت مساعد موجود، وضعیت مساعد موجود که تغییرات تحولات بزرگی در راه، تغییرات سهمگینن، هیچ کس نباید این موضوع رو دست کم بگیره. تغییرات سهمگینی در دنیا در حال انجام. واقعا وقتی میگم گسلهای زلزله زیر پای اتحادیه اروپا فعال شده اصلا مبالغه نیست، واقعیت همینه. ما در آینده اروپای امروز رو نخواهیم داریم، که میگه روسیه امروزی که روسیه آینده نخواهد بود. آقای پوتین با اقداماتی که صورت داد به این تصمیم گیری که گفته میشه خیلی از کارشناسان تصمیم گیری بر پایه برآوردها و محاسبات غلط و ندرست، روسیه رو برد به یک سمت دیگری. اسباب تضعیف روسیه رو فراهم کرده، عارضه های اقتصادیش بعدا نمودار میشه. همچه خیلی هم بر این باورن که با تحریم نمیشه جلو سیاست های تهاجمی روسیه رو گرفت. شاید این درست باشه، شاید خود تحریم محرک گسترش جنگ باشه. بودش دیدم پاره ای از شخصیت های خیلی آگاه در رسانه‌های اروپا اینطور اظهار نظر کردن، اظهار نظر شدن بیجا نیست که این شکست هایی که پوتین تا این لحظه تحمل کرده، این ناکامی های شدید ممکنه وضع رو بدتر بکنه به جایی که بهتر بکنه. یعنی تضعیف روسیه و تضعیف شخص پوتین ممکنه وضعیت رو خطرناکتر بکنه، وضع رو وخیمتر از این بکنه. چرا اون به هیچ وجه حاضر نیست در دوره ایشه دچار یک ناکامی عمیق شده عقب نشینی بکنه. حق دارن بسیاری از روسشناس ها، ببیشه شخصیت های مثل آقای سنایدر که خودش کارشناس خودکامگیست، که ما با یک شیزوفاشیست طرفیم، با یک فاشیست خودشیفته به نام آقای پوتین که تمام مخالفان و دشمنان رو خودش رو فاشیست میبینه، یعنی خودش از همه فاشیست داره، خودش از همه فاشیست داره. و جالبه که از اصطلاحاتی هم استفاده میکنه که همون اصطلاحات آقای خامنه ایست. حجمه فرهنگی گفتم دیروز خدمتتون، کلتور کم، حجمه دقیقا همون اصطلاحی که آقای خامنه ای، یعنی اعتقاد داره به این که دشمنان فرضی دائما در پی این هستن که او رو از تخت فرو بکشن و اسباب تضعیف روسیه رو فراهم بکنن، و دشمنان فرضی هم اغلب در غرب هستن، غرب شیطانی که باید به جنگش رفت و بهش مبارزه کرد و اون رو کنتایکون کرد. و به موازات جنگی که آقای پوتین علیه اوکراین به راه انداخته، جنگ اطلاعاتی که کارش دادن ضد اطلاعات. جالبه بکنی تلویزیون روسیه همین روز گذشته تلویزیون دولتی کسی زنگ میزنه، دختر خانمی از کجا؟ از قلب اروپا، یعنی در آلمان، به تلویزیون و های های گرگه میکنه، میگه همین الان یک جوان روس که توی خیابون داشت روسی حرف میزد به وسیله یک اوکراینی متعصب به ضرب گلوله کشته شد به نفع فجیع. داره که میرید پرسجو میکنه از پلیس آلمان آیا امروز چنین قتلی اتفاق افتاده، یعنی یک روس رو به این سبب که به زبان روسی تکلم میکرده مردم او رو کشتن یا کسی او رو کشته؟ این ضد اطلاعاتی است که پوتین داره به مردمان خودش، به شکلی
داره قضیه رو عنوان میکنه، ماجرای لشکرکشی به اوکراین رو، که اگر ما دست به این لشکرکشی نمیزدیم اون وقت با دشمن در درون کشور خودمون مواجه میشیم. همین بهانه ای که جمهوری اسلامی داشت در مورد داعش، همین رو در مورد داعش و معتقده که دشمن خارجی رو باید در خارج از مرزهای ایران، یعنی با یه سیاست فرامرزی تروریستی باید منکوب کرد، چون در غیر این صورت دشمن خیز برداشته برای اینکه ما رو در درون کشور یا سرزمین ما رو در درون ببره و حکومت اسلامی رو براندازی بکنه، اسلام رو براندازی بکنه. این بهانه‌هایی بوده که داشتن تا به حال دیگه، یعنی مجموعه کارا. اما واقعا آقای خامنه ای و گروه رهبران جمهوری اسلامی فوتبالیست هایی هستن که دائما دارن به خودشون گل میزنن. هرگز نشده که اینها یک گل بزنن تو دروازه حریف، فقط به خودشون گل زدن. بر سر اوکراین هم به همین ترتیب رهبران جمهوری اسلامی به خودشون گل زدن، برعکس آقای رجب طیب اردوغان در نهایت فرصت طلبی که به نظرم ناشی از هوشمندیه و محاسبه درسته، همین کار با اسرائیلی ها کرد. نخست به فلسطینی ها پناه داد، نخست در حمایت پشتیبانی از فلسطینی ها در برابر اسرائیل ایستاد، در حالی که همه ما میدونیم در تمام مدت مناسبات دیپلماتیکش رو با اسرائیل حفظ کرد، سفارتخانه ها رو نبست، ولی جست مخالفان سرسخت آقای پوتین رو گره به عنوان یک مسلمان انقلابی که در برابر اسرائیل، یک مسلمان انقلابی که حاضر نیست اصلا با یک یهودی دست بده، در حالی که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتیش داشتن با اسرائیل کار میکردن، سفارتخونه در اسرائیل و همینطور در آنکارا هر دو فعال بودن، سفارت اسرائیل در ترکیه، سفارت ترکیه در آنکارا، مناسبات حسنه، روابط دیپلماتیک هم قطع نشد. اما آقای رجب اردوغان تو دلتون بخواد پشت میکروفون ها و از طریق بلندگوها در تظاهرات عمومی سعی کرد که به مسلمانان متعصب ترکیه حالی بکنه که تنها کسی که در برابر اسرائیل ایستاده اوست. به چیا؟ به حماس پناه داد، حماس رو زیر پر و بال خودش، حماس از جمهوری اسلامی دور کرد، پولم بهش نمیداد، پول رو جمهوری اسلامی میداد، ترکا پولی به کسی نمیدن، دفتر رو دستک میدن، از وجود اونها استفاده میکنن، انقدر هوشیاری دارن که بدونن تا کجاها باید پیش رفت. بدون سرمایه گذاری بخشی از خاک سوریه رو هم تصرف کرد، انداخت پشت سند ملکی ترکیه، الان بخشی از خاک سوریه در اختیار ترک هاست، مدارس ترک در اونجا فعال شدن، عکس آقای رجب اردوغان رو سر کلاس ببینید، معلمان ترک رفتن به اونجا، کتاب های درسی ترکی رفته به اونجا، دارن به بچه ها ترکی یاد میدن، مضاف بر این که همه اون دروسی که در مدارس ترکیه به تدریس میشه در اونجا در بین سوری های در بخشی از ترکیه، در بخشی از سوریه زندگی میکنند، عیناً تدریس میشه، با این تفاوت که به اونها گفته میشه رهبرشون آقای رجب طیب اردوغان، بشار اسد رو فراموش بکن. اینقدر هوشمندی داره که به سود منافع مملکتش هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. همین روش رو در مورد پوتین داشته، اونجایی که لازم بوده سیلی به گوش پوتین زده، علیش ایستاده، صفاتی رو بر زبان آورده علیه پوتین که هیچ رهبر خاورمیانه جرأت این کار رو نداشت، دست کم در یه موقعی در یه موردی وقتی مشکل قره‌باغ و ارمنستان و درگیری بین آذربایجان و ارمنستان رخ داد، باید برید و ببینید که موضع آقای رجب طیب اردوغان چی بوده. چرا؟ چون پای منافع ترکیه در میان بود، پای منافع خودش، گفت رهبر اون کشور،
هر جام که لازم بود لجت زد و داعش داعش انداخت بیرون. را که خود ترکیه من به خاطرم هست در نزدیکی استانبول داعش فروشگاه باز بوتیک باز کرده بود. تمام این علائمی که بعدا ما دیدیم داعشی ها استفاده میکردن در عراق و در سوریه، در اول در خود ترکیه توضیح میشد. تیشرتاش فروش میرفت، پرچم اصلاح، پرچم سیاه داعشی و لباس داعشی، نمیدونم کت و کفش داعشی، همه چی در این بوتیک فروش میره. بعدم درش رو بست، بعدم به داعشی ها فرصت داد که از اروپا بیان به ترکیه، از ترکیه به عنوان پل استفاده بکنن، ترانزیت برن به سمت سوریه، در جنگ ها شرکت بکنن. اونجا هم جلازه بود در برابر شونیستا، اونجا هم جلازه بود با ارگنگی از ترکیه بیرونشون کرد. همین کار رو به حماس کرد، آمد به حماس دفتر و دستک داد در برابر اسرائیل. حالا که لازم میبینه منافع ترکیه مقتضیست، چه استقبالی میکنه از رئیس جمهور اسرائیل و همسرش، حتی اونا رو میارن به مساجد، حتی چه پذیرایی کردن از رئیس جمهور اسرائیل. این رو شما دیگه آقای رجب طیب اردوغان دوست و دشمن نداره، اون چی که براش مهمه این وسط منافع، اونجا که لازم باشه جیغ میزنه، اونجا که لازم باشه تعظیم و تکریم میکنه. ببینید چه نقشی رو ایفا کرد در مورد اوکراین به عنوان میانجی، به عنوان میانجی رهبران با چی کرد. ما مهمترین جانشین بعد از حسب روزها بودیم از بازار نفت و گاز اروپا، ما جانشین درجه یک بودیم در این سن. ولی خب تا حکومتی مثل جمهوری اسلامی بر سر کار، کدام کشور اروپایی حاضره با اینا تعامل بکنه؟ وقتی هر دیپلمات اروپایی در گوش دیپلمات دیگری که رای ایرانه میگه یادت باشه اونجا رفتی به اینا اعتماد نکنی، همین سخن رو آقای بیل کلینتون زد وقتی کاخ سفید رو ترسیم کرد، گفت به جمهوری اسلامی اعتماد نکن. کاش حرفش رو جانشینانش آویزه گوش کرده بودن که نکردند. خب تا اینجا رو داشته باشید، اما دو سه دقیقه وقت داریم بیریم بر سر نظرسنجی های جدید. آقای بایدن در سفر اروپایی خودش و رفتن به لهستان تصور کرد اگر سیاست جورج بوش رو در بعد از 11 سپتامبر اتخاذ بکنه و سعی بکنه با حملات با حریف افکار عمومی رو متقاعد کنی که باید پشت سر رئیس جمهور به ایستن، اون وقت ممکنه تغییر ایجاد بشه در وضعیت موجود که در آمریکا پیش آمده و انتخاباتی که در راهه، به احتمال زیاد یک موضع‌گیری سفت و سخت میتونه تاثیر عمده داشته باشه در نتایج انتخابات به سود دموکرات ها و به سود خودش که از بابت کاهش نرخ محبوبیت سخت داره رنج میبره و در عذاب ببیشه هم خودش و هم همکاران خودش در گاوسی. از واژه های متعددی استفاده کرد علیه پوتین، آقای پوتین رو قصاب خطاب کرد، جنایتکار جنگی جدیدن رفت، ولی چون پشتوانه ای وجود نداشت و این رو مردم آمریکا دریافته بودند، این سیاست تهاجمی و لفظی آقای بایدن نتیجه نداد. آقای جورج بوش وقتی اون موضوع محور شرارت رو مطرح کرد و اشارش هم بیشتر به جمهوری اسلامی بود، ناگهان نرخ محبوبیت از 51% کشید به 90%، پرید آسمان. آقای بایدن تصور می‌رفت که با این حملاتی که انجام میده بتونه اندکی تغییر ایجاد بکنه در نرخ محبوبیتش،
آخرین نظرسنجی هایی که صورت گرفته، یعنی میانگیر همه نظرسنجی ها توسط بنگاه 538. آقای بایدن کماکان از 53% نرخ عدم محبوبیت برخورد، خیلی رقم بالایی است. این تازه میانگینشه، میانگین همه نظرسنجی هایی که درباره او صورت گرفته. 41.7 و این نرخ محبوبیت، نرخ عدم محبوبیت 53%، نشون میده که این سیاست، سیاست تهاجمی لفظی، سیاست تهاجمی لفظی نتیجه بخش نبوده. دست کم افکار عمومی در آمریکا رو متقاعد نکرده که آقای بایدن یک رهبر نیرومند صاحب اراده است و قادری که در برابر پوتین قد علم بکنه و پوتین رو سر جاش بنشونه. رفتم به سراغ مردم آمریکا، اکثریت مردم آمریکا گفتن او فاقد چنین اراده و قدرتی است و نسبت به تزلزل، تزلزلی که در به اصطلاح در بنیان رهبری وجود داره، نسبت به کاربرد یک سیاست، سیاست محکم و مؤثر ابراز شک و تردید کردن. تشکر میکنم، امیدوارم آقای امین شولتی از این بخش از برنامه رو بگذارم به دنبال برنامه آقای تغییرزاده که شب ناچار به تکرار همون یا در تکرار برنامه بازپخش ناچار بهش به اصطلاح تحمل بخش که صدا نداشته نباشید. آقای امین شولتی عزیزم تشکر میکنم، تشکر میکنم از سرای ایرانی عزیز، تشکر میکنم از آقای حجت کلاشی، متاسفانه نشد که با ایشون گفتگو کنیم، گفتگو مهمی است و شخصیت صاحب نظره. تشکر میکنم از دکتر رضا تقی‌زاده و اجازه بدید همینجا احترام فائقه من به مردم بزرگی به نام اوکراین، مردم متمدن، با اینکه 5000 کشته فقط به تنهایی، 5000 کشته نه بین نیروهای نظامی، غیر نظامی، یعنی این ارتش شیطانی و دهت منش تمام عدبش اینه که غیر نظامی ها رو بکشه، بلکه بتونه با ایجاد ترس و خول و وحشت در بیان مردم اونا رو وادار به فرار بکنه. تا به حال شمار فراری ها رسید، شمار مهاجران و پناهجویان رسید به 4 میلیون. آقای پوتین آرزو میکنه بتونه این رو برسونه به 12 تا 20 میلیون نفر، اون وقت میتونه تعادل جمعیت در دست کم یه بخشی رو زود با، چون همه اینا میخوان برن به آلمان، میخوان برن به آلمان، اون وقت میتونه تعادل در اروپا رو به هم بریسه و اختلاف بندازه بین اروپایی ها و به آرزوی خودش برسه. آخرین اظهار نظرهای آقای خودروفسکی رو خواندم همین دقایق پیش، همینانه در فاصله خبر در نشریه اشمیگل چاپ شده. آقای خودروفسکی میلیاردر سابقه، نزدیک به پوتین بوده، خیلی از مشاوران پوتین بوده، ازش به عنوان یک انسان خیر و بشر دوست یاد میشه، بشر دوست یاد میشه. او یک بار به خاطر انتقادات شدیدی که از فساد در دستگاه پوتین کرد مورد غضب او قرار گرفت، براش پرونده سازی کردن، دستگیرش کردن، بعدم گفتم آزاد شد ولی به شرطی که دیگه فعالیت سیاسی نکنه، رفت به لندن، الان در لندن، نظرش رو خواستن، گفتن مذاکرات در جریان، فکر میکنی هیچ، گفت پوتین کسی نیست که حاضر باشه دست از تهاجم برداره، مسلم بدونید که قدم بعدی او ناتوست و او قراره که در اروپا پیشروی بکنه. تا برنامه بعد.